tror det brinner. SOS 112, vad inträffat? Ja, vi har rök i trapphuset. خانه ما مسئولیت ماست. اینجاست که ما به اندازه زیاد همراه فامیل و دوستان می باشیم. خانه برای اکثر ما مهمترین جای زندگی می باشد. متاسفانه این نیز آنجای است که توسط آتش تخریب می شود. آتش در خانه ها بیشتر از دو برابر نسبت به آتش در تعمیرات دیگر رخ می دهد. آتش توسط مواد مخصوص مانع می شود و با وجود مشکلات می توان جلوگیری شود. اینجا شما می توانید ببینید که شما چه قسم در زمان حادثه عکس العمل نشان بدهید و به چه قسم مانع باعث آتشگیری معمولی شوید. چراغ و شمع روشن بدون نظارت باعث آتش سوزی می گردد. همیشه شمعدانی چینی، فلزی و یا موادی که در نگیرد انتخاب کنید و شمع‌ها باید بالایش استوار استاد باشند. از دکور شمع و یا از موادی که زود آتش می‌گیرد خودداری نمایید. شمع‌ها را از پرده، دستمال میز و چوکی و گلدان‌ها دور استاد کنید و یادتان نرود وقتی که اتاق را ترک می‌کنید شمع را خاموش کنید. متاسفانه یک تعداد اشخاصی وجود دارد که به شکل قصدی جای را آتش می زند. برای اینکه مانع خطر آتشگیری قصدی شویم، این بسیار مهم است که تمام مهمانان ناخوانده را باید بیرون بکشیم و اشخاص بیگانه را داخل زینه نمانیم. این هم کمک میکند که تاکوی، اتاقهای ذخیره بالای ساختمان، گاراژ و اتاقهای کثافات را محکم قفل کنید. هیچ وقت فنری که در را بسته میکند باز نمانید، به خاطر اینکه این فنر یک وظیفه مهم دارد. چیزهای ایلمانده از مردم یک وسیله خوبی است برای اشخاصی که قصدن باعث آتش سوزی میشود. طبق قانون کسی اجازه ندارد که چیزها را در راه خروجی، دهلیز و یا در راه تاکوی پایین و یا بالا ذخیره کند. همچنان کسی اجازه ندارد که مواد زود آتش گیرنده و یا مواد معادل این را در تاکوی، زیر تعمیر و یا در نزدیکی تعمیر ذخیره کند که باعث آتش سوزی و تکثیر آتش شوند. برای مواد زائد باید یک جای مخصوص هم در داخل خانه و هم خارج از خانه وجود داشته باشد. سیگریت کشیدن هم خطر صحت و هم خطر امنیت دارد. بسیاری آتش سوزی که باعث مرگ می شود از کشیدن یک سیگریت شروع می شود. بعضی اوقات عاملش یک سیگریت دانی پاک شده ناکامل می باشد. این هنوز بیشتر خطر دارد که سیگریت در بستر کشیده شود. یک سیگریت روشن می توان باعث سوختاندن بستر و یا کاوچ شود. بسیاری آتش سوزی ها در روی داش شروع می شود. اگر زنگ تلفن بیاید و یا کسی در را تق تق کند، خیلی ساده است که منقل روشن را فراموش کنیم، مگر هیچ وقت از آشپزخانه نروید وقتی که چیزی را پخته می کنید. هرگز بالای روغنی که در گرفته باشد آب نریزید. در خانه های ما دستگاه های گوناگون برقی وجود دارد. این دستگاه ها می توان به علت گرم شدن و یا استعمال نادرست سبب آتش سوزی شوند. اگر بوی مشکوک و یا صدا را در سیستم برقی یا ماشین های برقی و غیره احساس کردید، بهتر است که اینها را ببینید و به برقی متخصص و یا با صاحب آپارتمان تماس بگیرید. مثال های اقدامات وقایوی از آتش الکتریکی: هرگز ماشین کالاشویی یا ظرفشویی را وقتی که شما از خانه بیرون می روید و یا به خواب می روید روشن نمانید. ماشین خشککن کالا را پاک کنید. دستگاه برق را خاموش کنید اگر کدام خرابی در آن می بینید.
پکی که بالای داش قرار دارد اگر خوب پاک نشود میتوان آتشی که روی داش جریان دارد بیشتر بسازد. فیلتر پنکی داش باید متداوم پاک شود. اگر آتش روی داش شروع شود به آسانی طرف الماری بالا و کانال هواکش گسترش میکند. چی کار باید کرد وقتی که چیزی میسوزد؟ نجات بدهید. کوشش کنید که خود را نجات بدهید و آنانی که در خطر آتش سوزی هستند تا که همه بیرون شود. اگر دیدید که زینه پر از دود است، در را ببندید و در خانه خود بمانید و به 112 زنگ بزنید. شما تا 60 دقیقه در خانه خود محفوظ هستید. هشدار دهید تا تمام کسایی که در معرض خطر قرار دارند با خبر شوند. زنگ بزنید. 112 را زنگ بزنید، برایش بگویید که چی اتفاق افتاده، از کجا در تماس هستید و از کدام شماره در تماس هستید. با خدمات نجات ملاقات کنید و برایش راهنمایی نمایید. آتش را خاموش کنید. اگر فکر میکنید میتوانید آتش را به اطمینان خاموش کنید، پس این کار را بکنید. آتشی که در دیگ باشد توسط سرپوشش خاموش کرده میتوانید. آتشی که در لباس قرار دارد توسط یک کمپل میتوانید خاموش کنید. او شخص را باید روی زمین خواب دهید و از سرش شروع تا پاهایش آتش را خاموش کنید. اگر دیدید که آتش را خاموش کرده نمیتوانید، در را به طرف آتش بسته کنید تا که جلوگیری از پخش آتش و غازات زهری شود. الارم. چی اتفاقی میفتد وقتی که آدم به 112 زنگ میزند؟ اپراتور پرسان میکند که چی اتفاق افتاده؟ کجا واقع شده؟ از چی نمره تلفن زنگ میزنید؟ آماده باشید که به سوالهای اپراتور جواب بدهید، گوشی را نگذارید. وقتی که کارکنان نجات آمدن، همراهشان ملاقات کنید یا توجهشان از کلکین و یا بالکن جذب کنید اگر شما هنوزم در خانه هستید. ملاحظه: همزمانی که سوالات می شوند، یک همکار اپراتور به خدمات نجات، امبولانس و پلیس خبر می دهد. در هر آپارتمان حداقل یک دستگاه اعلام خطر از آتش وجود دارد. این دستگاه یک بیمه ارزان زندگی است، چون که در زمان خطر آتش زنگ می زند و پیش از این که دیر شود شما درباره آتش اطلاع می یابید. اگر شما این دستگاه را ندارید، می توانید به خدمات مشتریان در تماس شوید. این دستگاه را هرگز خاموش و دور نکنید. شما مسئول هستید که در ما یک بار باید دستگاه اعلام خطر از آتش را کنترل نمایید. به دکمهش فشار بدهید و صدای دستگاه اعلام خطر را امتحان کنید. باید دستگاه اعلام خطر را یک بار در سال توسط جارو از طرف بیرون پاک کنید. داشتن یک خاموشکن دستی برنسلکر خوب است که داشته باشید تا که به زودی چانس خاموش کردن آتش داشته باشید. تمام اعضای خانواده باید از طرز استعمال و از جای خاموشکن آتش آشنا باشند. مقامات آمادگی و تحفظ از جامعه توصیه میکند که هر خانه باید یک خاموشکن پودری 6 کیلویی داشته باشد. با کمک خاموشکن پودری 6 کیلویی حتی اشخاص بی تجربه امکانات زیادی دارند که آتش را در خانه خاموش کنند. اگر بلند کردن این خاموشکن 6 کیلویی برایتان مشکل باشد، 2 کیلویی را تهیه کنید. این بهتر است از هیچ چیز. وقت به وقت باید مانومتر خاموشکن آتش را کنترل شود تا که به علامه سبز استاد باشد و فشار داشته باشد. اگر مانومتر به سرخ استاد باشد، این معنا دارد که خاموشکن آتش کار نمی کند. هر کس لازم است تحت پوشش بیمه خانه قرار بگیرد.
آنانی که با هم زندگی میکنند و در عین آدرس ثبت مکلفیات میباشند و در خانه مشترک میباشند شامل همان بیمه میباشند. این یک امنیت برای شماست وقتی که حادثه در پیش باشد. این بیمه را با آسانی از طریق بوتوری که در پیش گاتن 77 قرار دارد تهیه کنید.